که خب درد دلاش که با شما بوده. مثلا خب شنوی بیشتر دلاش یک چیزی به من مگی خب باباش مثلا دست نداشت بیشتر درد. هیچ وقت پیش نیمده با تو محله با کسی بحثش بشه دعوایی بکنه؟ خب جوان هم اکثرا میبینی جوان ها یک وقته یک حق حرف زوره بزنه خب ناراحت میشه. ولی بو کتک کاری دست فیقاش بارفقاش خیلی دوست دوستاشو خونه هم میابود؟ نه هم تو کوچه هم سلام علیکم هیچ که بخانه نمیبود وقتی من مخانه مرفت تو اتاق تو خوادش کتاب مخواد. از بین دوستاش هم کسی مثل محمد آقا شهید شده آج خانه؟ از دوستاش نه اونه اگه امال دوستش امال هستن آج خانه. چقدر به سر وزش میرسید؟ نه او زمان مثل الان الان خیلی جوان ها چیزن او زمان چه ساده بود ساده معمولی که من فلان نباس من فلان شدن اصلا هرچی مده این مفارد چی مده این مفروش یک کش تراز نکد من این لباس ها خوب نه لباس. چقدر تو مراسمات مذهبی شرکت میکرد آج خان؟ او یک سرت هم مذهب چرک او سرت شب مرفت تو فکوار بودیم شب مرفت سینه زنی بچه بود به همه بچه بود با حرم امام رضا با قرآن چقدر معنوس بود آج خان؟ مثل شما و پدرش؟ او عاشق امام رضا با قرآن قرآن مخون ای اخیریا قرآن مخون معناشو تو دفتر منو شنید دفترشی داره معناشم تو دفتر من. پس اون دفتر چه یادگار دارید؟ همون دفتر چه که زی کم زیاد ننوشته ولی هم کتاباشو قرآنشو هم دفتر چه نه دیگه ای اخیریا دیگه برم موجی رفت بوده منش داده میچه اسکیره برم که برم دیگه دنه ما بومون دفترش. خب موجی شده بود چرا براش زنگ گرفتی؟ خودش خواست؟ نه او ما گفت بذار جنگ تموم رو بعد دامادم کنیم خوهرم مرداش گفت خوهرم به خاطر مجرد هایی مرا هایی میاد اگر زنشتیم سرش بند مرد اگر نیم رد من بچه ایگم بزرگ کرده ایم شکل مدنم زن بچه بریم پدر مادر که میمه و محسیز نیست برایش همیت نیده که زن بچه که بشیم سر من راضی نبودم گفتم بعد اونجا بودو خوهرم که ماش تو جیبه هایم که زنش چیچ کار کن منم خودم میده بخورم گفتم چیکار زنش دیم یکی که دکار اگر نه همه جیبه یا یادگاری الله آمان من کاش نیمه گفتم اینجوری با خودم گفتم بلیش گفت دامادش منم یک از جیبه هر دست را نمیدارم بس اقلا یک یادگاری داشته باشه خودم میکنی یک سال نیم زندگی کت برخونه همسر خوش خواهم اون یک سالی که بهش مرخصی دادم اون یک سال تو خونه موند یا نه؟ نه موجه شده کار. کجا میرفتن؟ اگر داماد شدم خیاطی برخونه پیش کی میرن؟ یک آقای تا همون چاره خوگه نبید چاره شهد ها خب به اصرار خالش براش زنگ گرفتیم ما دیگه زنگ گرفتیم شما قلبا راضی نبودیم من به خاطر جیب هر یک سر راضی چون میدونستین هدفش چیه؟ بخاطر. کیو به عقد سید محمد در بودین هاچ خانم؟ دختر ایک بودن در خانمتش خب مثلا اون خود چی بوچه مشه دارم ولی خانمتش مال تو رو بده از بستگان بودن یا نه قریبه بود؟ نه قریبه هم شوهر خواهرم با بابای عروس هم رفیق دوست بودن خواهر بود. خب بعد که قبول کرد ازدواج کنه کی پا پیش گذاشت؟ خواستگاریش چطور برگزار شد؟ همش هم خواهرم همش خواهرم جواب گرفت. اسم از خانمتون؟ طاهره. طاهره خانم. فامیلشون؟ شکاری. خانم طاهره شکاهی؟ اونجا یک سال شش ماه که هم بودن خرش بودن فقط به من گفت مثل بریم بعضیش خرید به من گفت بره عروس رو زیر زمینه نگاش کن بعد همه اون گاهزیم بعد به افت بارا گفت پیجه خوب بود
راجب توی مخی زندگی کنی دوری توی خوبه برای من هم خوبه فرق نمی کنی فهمیدی تو محضر عقدشون کردی تاریخ عقدشون یادتون هست حاج خانم یادم نیست تاریخ عقدش یادم نیست من میشه شما کار سید محمد آقا چی مهریه عروس خانم کرد؟ مهریهش اون زمان مهریهش 300 تومنه 300 تومنه 300 تومن 300 تومن چند وقت تو عقد بود با خانومش؟ نمیدونم پن ماه چهار ماه پن ماه پیشه خود توی دوران عقد رفت و آمده برقرار بود یا نه؟ ما رفتن من در برنامزش همه جرم مرفتی به هم همه مراسم عروسیشون کجا برگزار شد آش خانم؟ تو خانه گرفتیم تو خانه زیادم سخت نگرفتیم با خانه این فامیلات خب تا یک سال و نیم زندگی مشترک تو خیاطی کار میکرد آه گویی مرا بخار بخیاطی خاطر مجوری هم خب اون خرج زندگی داشت دیگه خونش کجا بود آش خانم؟ یک مدت یک دمخانه ما بودن تو وقت دخترش بودن یا اما سرش که به دنیا عربته بعد دوبارد که رفت مستاجری یک سال نکشی که دیگه مستاجری رفت که بعد گنه هم ارتباط عاطفی شهید با همسرش چطور؟ خیلی زن بری دخترش من بر خیلی سید محمد مو یک چیز دیگر بود بد اخلاق نبود بد دهن نبود سبی زن نداشت خیلی خب بعد ازدواج دیگه پابند نشد که دیگه جبهه نره من مرد مگم همه گفتم که ته حقت بیشتر برده که ایمان کمینی گفتم پابند نشد نتنیستم نگاشتم چطور خانومش رو راضی کرد؟ ما نمیدم کجور خانومش راضی شد نیم خب بعدها طاهره خانم براتون تعریف نکرد؟ خانومش مگفت تک دیگه من بیری کردیم جبهه باز گفتم برش گفتم آقایم سینی جیبایده دیگه زن و بچه تن بعد خانمش مخندی شکر میگو خانم نه اونم چند رستا بارتر من بیرم من زیاد دیر نمیرم برمگردم از بگیری دیل درد مدام خانمش